کابل پایتختی که همواره دستخوش تحولات بوده است. اینجا چهار راه ده مزنگ است، محلی که انفجار مرگبار دوم اسد در آن جان بیش از 80 تن را گرفت. پس از آن رویداد رئیس جمهور دستور داد که نام این محل به چهار راه شهدا مبدل شود. تغییر نام بخش های از شهر کابل به نام رهبران جهادی، سیاستگران، قربانیان جنگ و حتی رهبران قومی به یک روند عادی مبدل شده است. روندی که باشندگان کابل نسبت به آن اعتراض دارند. اگر شوه که دیدگاه ملی کل ما باشه او کدام مشکل نیست، اگر تو سرکاییش هم مشکل داریم از خاطر که نمیتونه که ما یک چرایی را قرار بتیم به نام یک زورمنه. هرگز افغان ها به این نام موفق نیستن. شهر کابل بیش از 40 چهارراه دارد که تقریبا روی نیمه از آنها نامهای رهبران سیاسی و جهادی، قماندانان، قربانیان جنگ و گاه هم شاعران و نویسندگان گذاشته شدند. این چهارراه مکروریان است که به نام عبدالحق تغییر داده شده است و اکنون کار ساخت آن جریان دارد. چهارراه صحت عامه به نام مقاومت تغییر کرده است و اینجا در غرب کابل نیز چهارراه پل سوخته به نام عبدالعلی مزاری تغییر نام داده شده است. از او کده که به نام چهارراهی را به نام یک شخص کنه، از او کده یک چهار دانه مسلمان بره به یک آمریکا به یک جای بدر مستقر کنه که مردم نان پیدا کنه. این کار میشه به اتفاقی در بین اقوام مختلف ایجاد شوه و ما نمیخوایم که نمای تاریخی کابل چنج و یا تغییر شوه. تغییر نام محلات در کابل تنها به چهار راه ها محدود نمانده است. این روند پهنتون های ملکی و نظامی، تپه ها و جاده های کابل را نیز شامل می شود. حتی میدان هوایی کابل هم به نام حامد کرزی تغییر نام داده شده است. هر قسمت کابل که از ارزش تاریخی داره، نباید نامه های مختلف گذاشته شود. اگر گذاشته شد بفهمید که نام ارزش از دست می رود. روند تغییر نام محلات اسای کمیسیون نامگذاری کابل پیش برده می شود که شاروالی هم عضو آن است. این نهاد می گوید که اگر با تغییر نام یک محل مخالف هم باشد، باز هم در اقلیت است و نمی تواند کاری بکند. وقتی که فیصله کمیسیون، یعنی فیصله تمام اعضا با یک نام رأی موافق داشته باشد، شاروالی کابل در اقلیت است اگر مخالفت داشته باشه یا رضایت. و این هم واکنش وزارت اطلاعات و فرهنگ از تغییر نام محلات کابل، به ویژه تغییر نام چهارراه دهمزن که جنجالی نیز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ همراه با شاروالی کابل این موضوع را بررسی می کند و با توجه به نام سابق این محل و دستور ریاست جمهوری فیصله صورت خواهد گرفت. روی دیگر قضیه این است که تغییر دوباره نامهای تازه گذاشته شده نیز واکنش های به همراه می شوند. مثلا به همان اندازه که تغییر نام چهارراه دهمزنگ میان نورستانیان واکنش ایجاد کرده است، تلاش برای تغییر نام چهارراه مزاری و جاده فیض محمد کاتب نیز واکنش های به همراه داشت. به گفته خیلی ها این روند را شاید پایانی نیست. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.